عرض میتونم دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. امروز چهارشنبه است، باز یه روز خیلی مهم در تاریخ میهن مملکت ما میشه، 8 فوریه و 19 بهمن، و شهرها مجددا نارام شد. به 22 بهمن نزدیکتر میشیم، مردم نارامتر به نظر میرسن در ایران و سخت عصبانی از جمهوری اسلامی. واقعا نفرت و انزجاری که میگن به حق سراسر ایران رو فرا گرفته با توجه به سیاست های رژیم جمهوری اسلامی در برابر مردم. آخرین حرف های دوباره مجدد آقای خامنه ای است. خامنه ای دوباره دشمن رو مقصر دانست و حاضر به پذیرش این واقعیت نیست که آقا به این مملکت رو فنا کردید، زندگی و سرنوشت مردم رو در هم ریختید و مردم از این بابت از شما سخت و حکومت شما سخت عصبانی هم رو میخوان دیگه شما گورتون رو و برید از این مملکت. آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز با ما هستن، استاد علوم ارتباطات بین الملل در گلاسکو در اسکاتلند. آقای دکتر تقی‌زاده درود بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام و درود به شما دوست عزیز آقای میمیری نازنین و همینطور برنامه خوبی رو که آقای شهرتی داره میکنن. سلام به بینندگان برنامه و درود به شما دوباره. ممنونم. تو چون تقی‌زاده عزیز بیدی بر سر اون چی که شب گذشته در نشست مشترک مجلس در ایالات متحده هم گذشت، سخنرانی آقای بایدن. من اگر جای جمهوری اسلامی بودم از سکوت بایدن در مورد ایران احساس نگرانی عمیق میکردم، چون به نظر میرسه که پرافیکیشون بذار مثل همین جاده در دست تعمیر است. یعنی استراتژی قبلی جواب دیگه نمیده، استراتژی رو بردیم تعمیرگاه درباره ایران، یعنی تجدید نظر. میخوام ببینم که این استنباط درست یا نه. جواب واقعا مستقیم ندارم برای پرسش شما، نمیدونم. آقای بایدن متظاهر به این هست که در کنترل اوزاست، ولی سیاست خارجی بسیار بسیار کم رمقی است، کم نفسی است، و اروپا از این لحاظ یک گام از آمریکا در مورد مسائل امنیتیش و سیاست خارجیش ظاهرا جلو افتاده. در جمع اروپایی ها هم میبینیم بریتانیا باز یک نیم قدم از بقیه کشورهای اروپایی جلوتر افتاده. مهمترین مسائلی که الان سیاست خارجی آمریکا رو شکل میدن مسئله ارتباط با چینه. ما دیدیم با چه تعللی آقای بایدن بالاخره تصمیم گرفت وقتی این بالونی که چینی ها فرستادن و مدعی بودن برای هواشناسی هست در آبهای کم عمق اقیانوس اطلس قرار بگیره و بعد به اون شلیک بکنن با یک هواپیمای جت F-16. و جمهوری خواه از این قضیه عصبانی بودن که چرا آسمان آمریکا رو باز گذاشتید روی یک بالون جاسوسی چینی ها و این رو پایین نمیارید، و حتما راههایی وجود داشت برای پایین آوردن آرامتر، کم خطرتر و سریعتر این بالون، ولی آقای بایدن تعلل کرد و بعد مجبور شد از خطوط سیاست خارجی خودش باز دفاع بکنه. مسئله دومی که برای سیاست خارجی آمریکا اهمیت داره مسئله جنگ اوکراینه. میبینیم امروز آقای زلنسکی در بریتانیا در جلسه مشترک پارلمان بریتانیا یعنی مجلس اعیان و مجلس عوام شرکت کرده بود و این در ارتباط با حساسیت هایی که اروپا دارن میتونه یک قدم موثر و یک کار سیاسی و یک کار تاریخی به حساب بیاد. آلمانی ها وعده کردن، این رو امروز اعلام کردن که 100 فروند هواپیمای تانک لپرد دو رو در ببر دو رو در اختیار چی قرار میدن اوکراینی ها، در حالی که اونا تا 2-3 ماه پیش خیلی مردد بودن که این تانک های بسیار پیشرفته رو به تعبیر قوی ترین تانکی در دنیا وجود داره، از تانک ابرامز یا ابراهیم آمریکایی ها هم قوی تر هست، همین تانک های آلمانی است. و آلمانی ها هم در این مورد قدمی برداشتن، علی رغم اینکه روسا شاید عصبانی بشن نشن و ملاحظاتی دارن آلمانی ها در ارتباط با امنیتی که میتونن روسا به خطر بندازن. سومین مسئله ای که برای سیاست خارجی آمریکا مهمه مسئله
برنامه اتمی جمهوری اسلامی است و در این مورد هم شما به درستی میگید سکوت مطلق برقرار انگار نه انگار. ولی خب 3-4 روز پیش آقای مالی باز دوباره تاکید کرده بود که ما هنوز دیپلماسی رو بهترین راه رسیدن به توافق میبینیم با جمهوری اسلامی و به دنبال احیای برجام هستیم و نمیگه رک و راست به مردم دنیا نمیگه آقا مفهوم احیای برجام دادن یک زمان تازه برای ادامه حیات جمهوری اسلامی است برای اینکه این حکومت ورشکسته از نظر اقتصادی مالی ورشکستگی سیاسیش که از پیش روشن بود از نظر مالی اقتصادی مثل اسفنج خشکیه که باید به او آب بدی و این آبها رو قطره قطره هم جذب میکنه چرا رسد اگر دریایی از این آب در شکل میلیاردها دلار دارایی ضبط شده ایران در اختیار اونها قرار بگیره و چرا این کار انجام میدی؟ آقای بایدن شما میدونی و به مردم نمیگی که میدونی که جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست این حکومت حتی اگر روی کاغذ با شما به توافق برسه در طول این چند ماهی که ارتباط شما با اونها قطع شده ارتباط سازمان انرژی اتمی با اونها قطع شده امکان این که مواد اتمی رو در هر کجای ایران پنهان کرده باشن وجود داره و این کار کردن قطعا این کار رو انجام دادن اورانیوم یا با غلظت 60% یا با غلظت بیشتر و تعدادی سانتریفیوژ هم در جاهای مختلف ایران اینها انبار کردن هیچ تردیدی وجود نداره شما سایت های اعلام شده رو الان بهش دسترسی نداری چه رسد به خاک پهناور ایران که در هر نقطه ایش کنار همین تأسیسات نظامی که جمهوری اسلامی دیروز عکس بعضی از اینها رو به عنوان یک پایگاه زیرزمینی نیروی هوایی منتشر کرد امکان انبار کردن این تأسیسات وجود داره چنانکه در تهران هم در کنار تأسیسات پارچین برنامه های اتمی جمهوری اسلامی متمرکز شده بود حتی کپسولی رو که در اون 20 سال پیش آزمایش میکردن برای ساختن ماشه بمب اتمی در همین پارچین قرار داده بودن و فکر میکردن چون جلوی در تأسیسات نظامی رو بسته نگه میدارن به این عنوان که امنیت ما به خطر میفته میتونن اینها رو از چشم دنیای خارج پنهان نگه دارن حالا از همین تأسیسات نظامی استفاده میکنن شماری از اونها زیر زمین قرار گرفته برای پنهان کردن سانتریفیوژها و مواد اتمی و نگه داشتن قطعات منفصله این بمب در نقاط مختلف خیلی آسون خواهد بود برای جمهوری اسلامی که هر زمان احتیاج داره در فاصله چند روز اینها رو سرهم بکنه و بگه که من یک آزمایش اتمی انجام دادم و حالا در جمع کشورهای اتمی هستم این رو آقای بایدن میدونه و چطور با این آگاهی با این شناخت با این آشنایی که همه جای دنیا وجود داره چیز سری و چیز پنهانی نیست دانش عجیبی هم نیست با این حال میگه که بله این جمهوری اسلامی مذاکره کردن باش بهترین راهه و ما همچنان علاقمند به این کار هستیم نشون میده که آقا ایشون اصلا اهل بخیه نیست آقای بایدن در دنیای دیگری زندگی میکنه و در جلسه مشترک هم همین بی‌اعتنایی به مسائل داغ روز دنیا بی‌اعتنایی به جمهوری اسلامی یا در حقیقت پنهان کردن جمهوری اسلامی زیر عبای خودش وجود داره تشکر میکنم ممنون آقای دکتر تقی‌زاده بایری شیخوف همین روز جمعه میزبان شما زیادی از مهمانان از سراسر جهان همه شخصیت های مهم از ایالات متحده آمریکا هم خانم کاملا هریس شرکت خواهد داشت معاون رئیس جمهور و این در این 61 سال هم همیشه در همین محل در همین هتل بایری شیخوف این کنفرانس برگزار شده میدونیم که برخی شرکت های تولید جنگ افزار مثلا کراس ویگمن در آلمان یا سوکار شرکت نفت دولتی آذربایجان از خامیان و پشتیبانان این کنفرانس خیلی مهم است خب دو عامل برهمزننده امنیت در دنیا یکی حکومت ولادیمیر پوتین یکی هم جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای که هر دو تا متحد شدن در جنگ علیه مردم اوکراین این دو دعوت نشدن به کنفرانس مونیخ میخوام نظرتون در زمینه جویا بشن اینکه دعوت نشدن اونها چه معنایی داره اهمیت خود کنفرانس بفرمایید
پیش از اینکه این مطلب رو من باز بکنم، شما باز کردید، ادامه بدم مطلبی که اشاره کردید، یادآوری بکنم که روز شنبه ایرانی ها در سراسر دنیا، سراسر اروپا، کشور آمریکا، همینطور کانادا و بقیه کشورها به عنوان اعتراض نسبت به 22 بهمن، روز قدرت رسیدن خمینی در ایران، تظاهرات اعتراضی دارند. اگر بینندگان برنامه در آلمان صدای من رو میشنوند، من در یکی از این اعتراضات شرکت دارم روز شنبه در دوسلدورف آلمان، در جایی که یک روز شاید بعد از شروع کنفرانس امنیتی آلمان در مونیخ برگزار میشه و به هر حال سه شهر بون، کلن و دوسلدورف در فاصله نیم ساعت با هم دیگه هستند و ایرانی ها میتونن در این تظاهرات شرکت بکنن. به هر حال به عنوان اطلاع میگم، اگر دوستانی قصد داشتن در دوسلدورف در این تظاهرات که از ساعت 12 ظهر شروع میشه شرکت بکنن. من فکر کردم آقای میدونی چند شنبه همین روزی که همه ایرانی ها در اروپا و آمریکا روزهای اعتراضی گذاشتن، روز شنبه 22 بهمن میشه. خب کنفرانس ادامه داره، چون جمعه شروع میشه، شنبه و یک شنبه تمام میشه. بنابراین درست در میانه کنفرانس مونیخ، یعنی خیلی مهمه این اجتماعات. گفتید کنفرانس با اهمیتی است، من فکر کردم کنفرانس روز جمعه رو که در واشنگتن فعالان سیاسی دور هم جمع میشن در مونیخ بهش اشاره بکنید، که من هم به هر حال در مورد این گرد همایی ملاحظاتی دارم، به خصوص وقتی امروز شنیدم که یکی از شخصیت‌های بسیار بسیار برجسته که در این کنفرانس دعوت شده افاده فرمودن و گفتن که یک پیام ضبط شده میفرستن و این پیام ضبط شده رو در جلسه کنفرانس میخونن. معمولا شخصیت‌های برجسته به کنفرانس‌های از این دست میرن و خودشون رو بالاتر و مهمتر از بقیه میبینن، به جای حضور شخصی سعی میکنن که پیامی به این جلسه بفرستن. من واقعا چون خیلی دلگرم چنین اجتماعاتی از این دست نیستم که اینها رو با هیچ سریشومی نمیشه به هم دیگه چسبون، لااقل وقتی که تعهد شده بود، گفته شده بود که این کنفرانس برگزار میشه، انتظارم این بود که ای کاش که این به شکل همین سایبری باشه، هر کس از راه دور پیام خودش رو حالا زنده یا ضبط شده بفرسته و این جلسه به هر حال گردشور بشه و تمام بشه. ولی شنیدم که دست کم 2-3 نفر از کسانی که همین حالا در واشنگتن هستن حضور خواهند داشت در این جلسه و آقای مهتدی از دور این پیام رو ضبط شده رو به این جلسه میفرسته. یقینا کسانی که در کنفرانس هستن برخوردار خواهند شد از عمق صداقت و همراهی آقای مهتدی. ایشون شخصیت بسیار مشکلی هستن برای درک کردن، ولی شاید فکر میکنم یکی از علتهایی که آقای مهتدی رو به این جلسه دعوت کردن ولی ایشون حضور پیدا نمیکنه مسائل امنیتی است. ایشون به هر حال دبیر کل یک سازمانی که 10,000 پیشمرگه داره و این پیشمرگه ها از دید بسیاری از کشورها تروریست معرفی میشن و آمریکا هم یقینا این دبیر کلی رو که 10,000 مرد مسلح داره که تروریست خوانده میشن رو مشکلی که به کشور خودش رابطه، ولی به هر حال جلوی امواج سایبری رو که نمیشه گرفت، ایشون میتونه از راه دور پیام بفرسته. به هر حال این جلسه روز جمعه برای بعضی ها یک جلب توجهی کرده، اگر مایل بودید و وقتی هم باقی بود میتونم در مورد این بیشتر صحبت بکنم، ولی در کل میگم من موافق برگزاری چنین جلساتی نیستم. این رو کمکی در جهت پشتیبانی از مردم ایران نمیبینم و این رفتارهایی از این دست که مقتدی نشون میده بیشتر کمک میکنه به بت‌شکنی، شخصیت شکنی، کوچک کردن دیگران و از این راه خریدن اعتبار دروغین برای بقیه. اینها کارهای رسانه‌ایه و این نونها رو در دامن ملت ایران میگذارن که بهتره نگذارن. ولی در مورد کنفرانس امنیتی مونیخ حق با شماست. در دنیا دو تا کنفرانس خیلی جا افتادن، خیلی اهمیت پیدا کردن. در کنار سازمان ملل که یک سازمان عریض و طویل فرتوت سالهای آخر عمرش رو با این شکل میگذرونه، واقعا سازمان ملل احتیاج به خانه تکانی داره. هستن مجامعی که کوچکترن ولی فعالتر عمل میکنن و نتایج کارشون هم بهتر هست. که کنفرانس اقتصادی سورس که سالانه تبدیل شده به یک مجمع اقتصادی بسیار باهمیت و در حاشیه این اجتماع اقتصادی شخصیت های برجسته دنیا
کنار هم قرار میگیرن با هم صحبت میکنن. علتی هم عده‌ای هم هستن که شهرت طلبن، برای ناظر این کنفرانس بودن 2000 خورده دلار میپردازن و یک هزینه چند هزار دلاری هم برای هتل و غیر ذلك تحمل میکنن و تماشاچی این بازی هستن. اونها هم میتونن در این کنفرانس سالانه اقتصادی شرکت بکنن. کنفرانس مونیخ بعد دیگری داره، شکل تبلیغاتیش خیلی کمتره، ولی ده ها کشور دنیا در سطح رؤسای کشورها حتی در این کنفرانس شرکت میکنن. ظریف وقتی که وزیر خارجه بود به همون میزان که علاقمند بود به زوریخ بره، به سوئیس بره برای شرکت در کنفرانس اقتصادی، در کنفرانس امنیتی مونیخ هم شرکت میکرد. در سطح رئیس دولت حتی در این کنفرانس شرکت میکنن و مسائل امنیتی دنیا در این کنفرانس مطرح میشه. ما وقتی میبینیم که جمهوری اسلامی و روسیه رو به این کنفرانس دعوت نمیکنن، میبینیم که آلمان خط خودش رو جدا کرده از کشورهایی که نسبت به اونها ملاحظاتی داشت. این رو باید به این تعبیر گرفت که آلمانی ها حالا بیشتر از فرانسوی ها نزدیک شدن به خط مش سیاسی که بریتانیا اتخاذ کرده و این خط مش خلاف مماشات با جمهوری اسلامی است. آلمانی ها که بیشترین مصرف انرژی فسیلیشون رو از روسا می گرفتن، حالا موفق شدن برخلاف همه پیشبینی هایی که می شد زمستان سرد رو خیلی با آرامش طی بکنن. قیمت های بالا رفته نفت حالا پایین آمده، قیمت های گاز کاهش پیدا کرده و دورنما برای آلمانی که همینطور سخت مشغول ساختن بنادری است برای تحویل گرفتن گاز مایع و گرم کردن خونه ها، تغذیه صنایع، در زمینه های دیگر هم همین پیشرفت رو داره و این روسیاهی به صورت آقای پوتین باقی مونده که حالا برآوردهایی که صورت گرفته نشون میده شاید درآمد ایشون از صادرات نفت به جای 97 میلیارد دلار سال گذشته فقط 7 میلیارد دلاره و بودجه سالانه دولت آقای پوتین درست مثل وضعیت مالی جمهوری اسلامی یک کسری بزرگ رو نشون میده. البته روسا حدود 500 تا 600 میلیارد دلار ذخیره نقد ارزی داشتن و از این منبع برمیدارن و به اصطلاح تامین میکنن نیازهای بودجهشون، ولی این تا بی‌نهایت نیست، تا همین دو سه سال آینده تق کار در خواهد اومد و مقدار زیادی از مشکلات اقتصادی دولت روسیه به مردم روسیه منتقل شده و این انتقال باز هم ادامه پیدا میکنه. مردم فقیرتر میشن و هرچه فقیرتر بشن ناراضی تر خواهند شد و اونها متابعتشون از آقای پوتین هرچند که هنوز تا حدی وجود داره، ولی چون شکل دیکتاتوری پوتین با شکل دیکتاتوری علی خامنه ای و دولت او رئیسی فرق میکنه، مردم شاید آزادی عمل بیشتری احساس میکنن. اعتراضات به رفتارهای پوتین در روسیه زیادتر خواهد شد و اون ناگزیر 4 سال یک بار انتخاباتی هم برگزار بکنه و این خیمه شب بازی برای اون هم دشوارتر از پیش خواهد شد، مثل اتفاق بسیار ناگواری که در ترکیه افتاد. هزاران نفر جونشون رو در زلزله از دست دادن با آقای اردوغان که از نظر اقتصادی وضعیت دشواری داشت و باید با انتخابات بسیار سختی خودش رو روبرو میکرد. حالا این سختی ها بیشتر از پیش میشه و این سختی بیشتر از پیش خواهد شد برای آقای پوتین. آقای پوتینی که به کنفرانس زوریخ نمایندگان او رو دعوت نکردن، همونطور که خودداری کردن از دعوت نمایندگان جمهوری اسلامی. اینها نشون میده که دولت های اروپایی، قدرت های بزرگ اروپایی حالا سیاست روشنتری رو اتخاذ میکنن نسبت به کشورها و رهبرانی که خطر امنیتی برای دنیا هستند و این موضوع رو لااقل جمهوری اسلامی خیلی جدی خواهد گرفت، هرچند که تابه ها نسبت به دعوت نشدن به این کنفرانس بی‌اعتنایی کرده. ممنونم. اولین بار هیئتی از سوی به ریاست آقای دکتر شاپور بختیار به کنفرانس مونیخ دعوت شدن. به خاطرم هست دقیقا آقای بختیار، عباس خودی بختیار، دکتر شاپور بختیار، عباس خودی بختیار، آقای میرفندرسکی دیپلمات برجسته و بزرگ، آقای صدر دیپلماتی بود که خاورمیانه رو مثل کف دست میشناخت، آقای هوشنگ وزیری روزنامه‌نگار، آقای ایرج پزیستاد، فکر کنم خانم مهشید امیرشاهی، و منم در این هیئت بودم که در کنفرانس مونیخ شرکت کردیم. خیلی یعنی نشون میداد که کنفرانس خیلی به
مسائل خاورمیانه به ویژه به مسائل ایران اون زمان اهمیت میداد. بعد از اهمیت افتاد نیروهای اپوزیسیون تا امروز. گویا نیروهای اپوزیسیون هم دعوت شدن به این کنفرانس امسال، یعنی پس فردا قراره که در این کنفرانس شرکت کنن. نمیدونید چی هستن آقای دکتر تقی‌زاده؟ اصلا اپوزیسیون کیا هستن آقای میبودی؟ نمیدونم بی خبرم. میگم شما اطلاعی داری؟ نه متاسفم چون کاملا بی خبر. اطلاع دارید این رو منتشر بکنید. این توضیح رو هم بدم که هم سوراس هم به خصوص کنفرانس امنیتی مونیخ برای خودشون شرکایی تراشیدن که این شرکا مقداری هم شکل منطقه‌ای به ابعاد امنیتی کنفرانس مرکزی مونیخ میدن و هم مقداری بار مالی اون رو بهشون میکشن. قطری ها تصدی این کار رو در خاورمیانه به عهده گرفتن و سالانه شبیه همین کنفرانسی که به شکل مادر در مونیخ برگزار میشه در قطر برگزار میشه و کسانی رو از محل دعوت میکنن برای بررسی مسائل امنیتی و همینطور در سنگاپور که بخش سنگاپور مربوط به کشورهایی است که و یا منطقه‌ای است که شرق آسیا رو در بر میگیره. در هر حال اینها در کنار سازمان ملل فرتوتی که دیگه از وظایف روزانه خودش جدا شده سعی میکنن با تمرکز بیشتر به مسائل خاص اقتصاد و امنیت دنیا رو در دو کنفرانس بسیار با اهمیت بین المللی متمرکز بکنن و به اون بپردازن. من نه متاسفانه نمیدونم واقعا اینو خالصانه میگم نمیدونم کدوم یکی از این اپوزیسیون ها الان اپوزیسیون هن کدومشون نیستن و اینها چه کسایی رو به کجا فرستادن با چه هدفی، چون این شناخت وجود نداره. بنابراین داوری هم در مورد اون نمیتونه داشته باشه. اگر شما آقای میبودی اطلاعی دارید بگید. نه هنوز من بیخبرم، نمیدونم واقعا این بار کیا رو، ولی میدونم که برای مدت طولانی اصلا کنفرانس امنیتی مونیخ اپوزیسیون رو رها کرده بود، ولی الان دوباره موضوع نیروهای مخالف جمهوری اسلامی یا نیروهایی که مدعی اینن که جانشین جمهوری اسلامی میتونن بشن مطرحن و دوباره پروندهشون باز شده. این باز خودش مهم، یه قدم به جلو. اما برگردیم به این کنفرانسی که اشاره کردی، کنفرانس مجازی در جورجتاون. آقای دکتر فکر میکنید که بریم پیشتاوری میکنیم بگذاریم اینا بیان، حتی کسی که قراری که حرفاشو ضبط بکنه بفرسته حرفاشو گوش بکنیم، شاید خود این زمینه ای برای توافق بعدی باشه، یعنی خلاف انتظار ما، ببینیم که آدمهایی شرایط موجود در ایران رو درک کردن، چون واقعا شرایط موجود در ایران اصلا شرایط گذشته نیست. هیچ حزبی دیگه نمیتونه ادعای به اصطلاح ادعای تجزیه طلبی داشته باشه یا جدایی. مضاف این که بسیاری از این گروه هایی که اشاره کردید که امروز در کردستان و عراق هم فعال هستن، اینا با آمریکایی ها در ارتباطن. یعنی آمریکایی ها اینها رو نیروهای به اصطلاح نیروهای خطرناک تروریستی قلمداد نمیکنن، چه بسا نمیدونم کمک های نظامی هم به اونها بشه. یعنی اصلا قضیه کاملا فرق کرده در منطقه خاورمیانه، ببینید در رابطه با این گروه های قومی و گروه های مسلح قومی، گروه هایی که به اصطلاح نیروهای مسلح رو به اصطلاح آموزش دادن و اونها رو برای روز مبادا آماده کردن. بفرمایید. من با نقطه نظرهای لیبرالی شما آقای میبودی عزیز آشنا هستم. میگه دارم میگم بیننده هایی که برنامه من شما رو تماشا میکنن یا میدونن یا بدونن که ما دوستیمون ورای کارهایی است که به عنوان تحلیل در تلویزیون انجام میدیم. من با شما رابطه شاید حدود 45-6 ساله دوستی دارم و با هم لحظات خوبی رو داشتیم که این با مسئله طرز فکر و برخورد و برنامه در تلویزیون کاملا فرق میکنه و هم شما استقلال کار شما رو حفظ کردی و هم من استقلال کار خودم رو حفظ کردم. من این نقطه نظر لیبرالی شما رو نسبت به اپوزیسیون ایران و فردای ایران ندارم. من مخالف با برگزاری چنین اجتماعاتی هستم که درش دستهای پنهان کار میکنن و من به هیچ وجه امیدوار نیستم و انتظار ندارم که آمریکایی ها کمک تسلیحاتی بدن. به کی بدن؟ به خانم گلشیفته بدن؟ از تانک و توپ آمریکایی میخواد ایشون چه استفاده ای بکنه؟ یا با آقای مهتدی بدن که تحریکات تروریستی رو در منطقه تشویق بکنه؟ من مخالف این هستم، مخالف مداخله خارجی در انقلاب ایران هستم، مداخله حتی رسانه های مینستریمی رو که در امور ایران مداخله میکنن، در جهت تحریک شخصیت سازی میکنن
و چهره میسازن. آدمهایی رو معرفی کردن به جامعه که 4 ماه پیش 1 در 1 میلیون هیچ، 1 در 10 میلیون هم مردم ایران اونها رو نمیشناختن، ولی الان به عنوان 8 متفکر دور هم دیگه جمع میشن و این 8 متفکر باید در مورد آینده، چنان که عنوان این گداهمایی آینده دموکراسی در ایران خواهد بود. من اصلا باور ندارم که دموکراسی قابل ماندگاری در ایران بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی امکان پذیره. من امیدوار هستم که اکثریت کامل مردم ایران به آزادی برسن و مقدمه شروع تخریب هایی رو که جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته انجام داده، بازسازی این تخریب هاست و این بازسازی تخریب ها با باز کردن همه پنجره های سیاسی امکان پذیر نخواهد بود. من خط قرمز دارم برای اینکه با تجزیه طلب ها سر میز مذاکره بنشینم. این یک بازی تلویزیونی نیست، این یک نمایش رومانتیک نیست، این یک جنگ مسابقه هم حتی نیست، یک جنگ، جنگ برای حفظ تمامیت ایران، جنگ برای حفظ نماد اتحاد ایران که پرچم شیر و خورشید سرخ ایرانه، جنگ برای حفظ زبان رسمی مردم ما، جنگ برای حفظ هویت و تمامیت ایران. من نمیدونم در این جنگ خانم فراهانی یا خانم یا آقای علی کریمی فوتبالیست، که به صداقت بعضی از اینها من شک ندارم، ولی به درایت و قابلیت اونها که تا 4 ماه پیش مشغول کار خودشون بودن و به اصطلاح پنبه خودشون رو میزدن، الان از توی این 4 ماه در جایگاهی قرار داده شدن که باید راجع به آینده دموکراسی در کشور من و شما و ما قضاوت بکنن، در حالی که کمترین شناخت و آشنایی ما این موضوع ندارم. من اگر خط قرمز هام رو میبینم، خط قرمز ها نگرانی های مردم ایران هم هست. من اولویت اونها رو بحث شیک و قشنگ در یک کنفرانس در واشنگتن نمیبینم راجع به آینده دموکراسی صحبت بکنن. من این راه رو پیدا کردن مسیری برای عبور از جمهوری اسلامی میبینم. هر کدام از اینها میتونن با شاهزاده رضا پهلوی بیعت بکنن فبها، اگر نه به راه خودشون برن. من این اجتماعات رو فرصتی میبینم برای اینکه این شخصیت سازی کاذبی که صورت گرفته، شخصیت سازی رسانه‌ای که صورت گرفته، این رو به خورد مردم بدن. چهره های بسیار با اهمیت‌تر، بسیار داناتر، بسیار کوشاتر، بسیار وطنخواه‌تر وجود دارن که اونها در این کنفرانس غایبن. فرض کنید که شما اینها چند ساعت دور هم دیگه نشستند و گفتند و برخاستند، ته کار چی در میاد؟ اینها چه نفوذی بجز شاهزاده رضا پهلوی هیچ کدامشون، کدومشون در داخل ایران دارای پایگاه قدرتن؟ کدومشون دارای نفوذن؟ کدومشون اگر بیانیه‌ای بدن میتونن موجی در ایران درست بکنن؟ اگر اینها واقعا 7 نفرشون دور هم دیگه جمع میشدن، میتونستن به اندازه یک مدرسه اجتماع بچهای دبستانی رو شکل بدن، شاهزاده رضا پهلوی رو به درون خودشون نمیخوندن. از شاهزاده رضا پهلوی، از اعتبار پادشاهی مشروطه، از اعتباری که خواسته مردم ایجاد کرده برای برگشتن به ریشه های تاریخی خودشون، از این وضعیت شومی که جمهوری اسلامی براشون تراشیده، سوء استفاده میشه، سوء استفاده میشه تا مهر تایید بخوره، تایید کاذب برای اعتبار کسانی که واقعا اگر اعتبار دارن در حیطه کار خودشونه. برو خانم شما فیلم خودتو بازی بکن، آقا شما برو فوتبالتو بازی بکن، و اگر میخوای کمکی به مردم ایران بکنی در کنار اونها قرار بگیر. ولی یک شبه من رهبرم، من شهبرم، این کاری نیست که مردم ایران نه از اون راضی باشن نه از اون تأثیری بگیرن. به هر حال یک جلسه است که برگزار میشه و من همونطور که گفتم امیدوار بودم این جلسه به شکل سایبری با نمیدونم اسکایپ یا با زوم یا هر چه، یک ربع 10 دقیقه 2 ساعت دور هم دیگه بشینن، هر چی که دارن بگن و بعد جلسه رو تمام بکنن، به هر حال این مجلس رو ببندن. ولی مجلسی نیست که نقطه شروعی باشه برای حرکتی تازه. نه، من منظورم این بود که فرصت بدیم گوش کنیم ببینیم که اینا قراره چی بگن. شاید نقطه شروعی باشه، ممکن نباشه، ممکن نظر شما کاملا تایید بشه. اما در مورد افرادی که میفرمایید تو 4 ماه 5 ماه پیش کسی اونها رو نمیشناخت، بالاخره این در طبیعت هر مبارزه است. در جریان مبارزه، هر مبارزه شخصیت ها و قهرمان های خودش رو پیدا میکنه، خیلی طبیعی است. خب اینا در همین فاصله خیلی فعال بودن عزیز. ما میبینیم اینها صداقت ندارن. شاهزاده با خلوص نیت، با طیب خاطر،
میره به یک سینمایی که از یکی از اینها حمایت بکنه، تسلیت بگه، آلام خودش رو با او در میون بگذاره، همسر خودش کنار خودش قرار میده، ولی یکی از این آدم ها که حالا شخصیت کاذب پیدا کرده، انقدر استخون نداره، انقدر درک نداره، انقدر انسانیت در وجودش نیست که حتی بلند بشه بیا تشکر بکنه. صداقت در این جمع در این حده. یا یک آدم پوسیده دیگری، آقایی که کروات میبنده وقتی میره در جلسه کردها و مسئله مبارزه و مسئله اقدامات تروریستی است، لباس کردی میپوشه، وقتی در جمع دیگری قرار میگیره برای اینکه اونها رو گول بزنه، فکر کروات میبنده، به جای حضور در جلسه ای که لاقل مدعی برگزاریش بوده پیغام میفرسته، انگاری که او شخصیت غالب و به اصطلاح برتر این جلسه است. نه، من در این جمع صداقت واقعا نمیبینم آقای میبودی عزیز. من خط قرمزم نشستن بر سر میز با کسی است که تجزیه طلبه، خیلی رک و رو راست میگم، کسانی که میگن ما پرچم بلوچی داریم و میخوان در یک حکومت فدرال باشیم تجزیه طلبن، کسانی که میگن ما پرچم کردی داریم، کردستان هستیم و سر میز مینشینن برای حکومت فدرال بحث بکنن، آخر کارشون تجزیه ایرانه. و اگر ما خط قرمز اعلام میکنیم که این تمامیت ایران خط قرمز من هست، نشستن سر میز با چنین جماعتی هم عبور از خط قرمز تلقی میشه. مردم ایران ممکن است که این موارد رو ببخشن یا در بهترین شکل با بی‌اعتنایی از کنار اون عبور بکنن، ولی ما باید احترام بگذاریم به خط قرمزهایی که اعلام کردیم و مذاکره با چنین جماعتی خونسا کردن تحریکات اونها نیست، دادن میدان برای گرفتن میدان بیشتر و تقاضای بیشتره. ایران زمانی پیروز خواهد شد، زمانی به دموکراسی خواهد رسید که رفاه اقتصادی پیدا بکنه. رفاه اقتصادی با حفظ یک پارچگی ایران امکان پذیره، با حفظ ایران امکان پذیره. در درون این ایران همه آزاد هستند که فرهنگهای قومی خودشون رو تقویت بکنن، به زبان خودشون صحبت بکنن، حتی بچه هاشون رو آموزش بدن. ولی در این مملکتی که یک پارچه باقی میمونه، یک قانون فقط حاکم خواهد بود، یک زبان زبان رسمی است و همه فرهنگهای دیگه میتونن احترام داشته باشن و مساوات حقوقی بین اقلیت و اکثریت، بین قومهای ایرانی باشه، ولی نه شروع تجزیه ایران که امروز شما خوزستان رو جدا بکنید، فردا کردستان رو، پس فردا بلوچستان رو. خب اینها آقای دکتر تقی‌زاده، مثلا تعداد اینا چقدر، اینا چه تعدادی هستن؟ کوچیکن، اقلیتن، بزرگن، چه جوریان این گروهی که میفرمایید گروه ها؟ من منظور شما را نیه چقدر هستن و کوچیک هستن یا یه ما تعدادش چقدر؟ ببینید، اگر ما معتقدیم که اکثریت مردم چیزهایی میخواد که شما میخواید، من میخوام و مطمئنم خیلی از مردم، چه واهمه ایست از یه اقلیت کوچکی که سعی میکنه هیاهو به راه بندازه، چرا ما باید مرعوب بشیم؟ وقتی اکثریتیم، وقتی اکثریت قاطع مردم ایران راه خودش رو میشناسه، من تصور میکنم اگه بیفتیم دنبال توپی که اونها قل دادن زیر پای ما، که دور میشیم از هدف اصلی که برانداختن جمهوری اسلامی باشه و پیروزگرداندن این جنبش انقلابی مردم ایران. جنبش انقلابی مردم ایران با تجزیه طلبی سنخیتی نداره. جنبش انقلابی مردم ایران اتحاد ایران رو میخواد. جنبش انقلابی ایران شعارش این است که از تهران تا سقز، از تهران تا زاهدان، و این قوم های ایرانی هستند که خودشون رو متحد میبینن. ولی مدعیان این اقوام که شمارشون زیاد نیست، با نشستن میزهای گرد، این تصور کاذب رو ایجاد میکنن که اونها قوم بزرگی هستند و اونها خط قرمزهای خودشون رو معرفی میکنن. نشستن بر سر میز برای مذاکره در مورد دموکراسی یعنی وارد شدن به بحث حکومت فدرال، یعنی وارد شدن به بحث حکومت تقسیمات ارضی. و اینها رو ما دیدیم، بعضی از اینها حتی 10 سال پیش، سال 2005-2006 مقاله نوشتن، نقاشی کردن، ایران رو با خطکشی های متعدد تجزیه کردن. بله، من هم موافق شما هستم، اگر این جماعت واقعا خیال پیوستن به ملت ایران رو دارن، خیال پیوستن به انقلاب ایران رو دارن، اینها بیان از اتحاد ایران دفاع بکنن، بیان از یک پارچگی ایران دفاع بکنن، بیان از همبستگی ملت دفاع بکنن. و وقتی که ایران از قید جمهوری اسلامی آزاد شد، خواسته های خودشون رو به نسبت سهمی که در مجلس مؤسسان دارن، تعریفی که قانون اساسی جمهوری
اسلامی که عبور کردیم ازش تدوین شد، در درون اون قانون اساسی جانشین که هر شکلی میتونه داشته باشه حقوق خودشون رو حفظ بکنن. در جامعه فردای ایران اقلیت و اکثریتی وجود ندارن، مردم ایران مردم آزاد ایران خواهند بود. ممنونم. خب من همین رو دارم میگم، میگم منتظر بمون، شاید اینا همین شعاری بدن که شما الان اشاره کردید، شعار اتحاد بدن یا شعار دوری بدن اگر از نیت مثلا تجزیه طلبی داشتن. یعنی من میگم تحمل بکنیم ببینیم چی میگن، پیشتاوری نکنیم ببینیم چه خواهد شد. شاید این شروع باشه، شاید هم نباشه. اینطور که شما میتونیم آقای میبودی، من که نگفتم بایستی این کنفرانس رو تخته‌ای کرد، من هم مثل شما گفتم ما هم منتظر میمونیم ببینیم که چه دستگلی از این همنشینی در میاد و بعد مردم ایران ببینن که واقعا این دستگل به کجای کارشون میخوره. ولی این تجربه تجربه اول نیست، این تجارب در حال تکرار. تجربه جمعه رو هم ما انتظار میکشیم تا ببینیم نتیجه اون چه خواهد شد. ممنونم، تشکر میکنم. البته آقای دکتر تغیزاده، گاهی وقتا من ناچارم که من حالا مجری برنامه نظرات دیگران رو هم اینجا انعکاس بدم، ببینم نظر شما چیه یا نظر بقیه مهمانهای برنامه چیه. گاهی اینم هست، گاهی ممکنه من نظری رو اعلام بکنم با شما پشتم بایستم که نظر بقیه باشه، ولی ناچاریم که مبادا یک طرفه به قاضی رفته باشیم. این هم همیشه باید مد نظر داشت. خیلی تشکر از دکتر رضا تقی‌زاده عزیز به سر میشه. دکتر تقی‌زاده خیلی ممنون. اگر لازم بود که دیگه مزاحمتون بشیم حتی خارج از موعد، اجازه بدید که این کار رو حتما بکنیم. ممنونم. میدونید که من روز شب در انتظار شما هستم. تشکر. وقت